گرد همایی های سه روزه مقاومت، کنفرانس های بین المللی با شرکت برجسته ترین شخصیت های سیاسی، کارشناسان و متخصصان بین المللی، تحلیل و بررسی سیاست های فاشیسم مذهبی، بازبینی سیاست در قبال دیکتاتوری آخوندی. در پنل دوم کنفرانس بین المللی در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، شخصیت‌های شرکت کننده مداخلات و تروریسم رژیم آخوندی در منطقه را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. This deal, this agreement has been for a very long time. دکتر آلخو ویدال کوادراس که مدیریت آن برنامه را بر عهده داشت، در سخنان افتتاحیه خود با تاکید بر اینکه شرایط منطقه از زمان توافق اتمی تغییرات بسیاری داشته است گفت، رژیم ایران از توافق اتمی در جهت منافع خودش استفاده می کند. اما هیچ تغییر قابل توجهی در سایر عرصه‌های رابطه بین رژیم و اتحادیه اروپا و ایالات متحده صورت نگرفته است. استراتژی رژیم در منطقه بسیار روشن است. آنها می خواهند قدرت مسلط در منطقه باشند و آن را کنترل کنند. جنگ علیه داعش برای این رژیم یک هدف واقعی نیست، بلکه فقط بهانه است برای حضور گسترده در منطقه. مثلا آنها در سوریه نیروهای بیشتری از حکومت اسد دارند. رژیم ایران می‌خواهد با حضور گسترده نیروی قدس و حتی ارتش خود و حزب الله و شبه نظامیان شیعی بسیاری که توسط این رژیم کنترل و تأمین مالی می‌شوند، در راستای هدف نهاییش یعنی تسلط بر منطقه پیشروی کند. در ادامه جلسه سفیر آدام ارلی تجارب خودش را در رابطه با مواجهه با مداخلات رژیم از جمله در دوران حضورش در عراق، در بحرین به عنوان سفیر آمریکا و در واشنگتن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه بازگو کرد و سپس گفت A lot of regime behavior is based on a sense of being vulnerable and being on the defensive as opposed to the offensive. And you can look at a lot of their actions that to seem some to be aggressive as actually defensive. For example, the land bridge. For example, Damascus being more important to them than Baghdad, because they've said if Damascus falls, Tehran falls. For them, the fight for Syria is a fight for the homeland. Not a foreign adventure, like many others have described it. So, سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا سپس تأکید کرد که نقطه ضعف اصلی رژیم آخوندی داخل کشور است و برای پس زدن مداخلات آن باید در همان جا با آن مقابله شود. سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر در سخنان خود گفت: تلاش می شود مردم باور کنند آنچه در خاورمیانه رخ می دهد مسئله ای بین شیعیان و سنی هاست، حالان که این کاملا اشتباه است. گواه آن هم این است که سال هاست رژیم ایران بیشترین تعداد شیعیان را به قتل رسانده است. داعش هم که ادعای سنی بودن دارد، تعداد بسا بیشتری از سنی ها را نسبت به شیعیان به قتل می رساند. اما غربی ها فراموش می کنند که رژیم ایران علاقه ای به آیین شیعی ندارد، بلکه از آن به عنوان عاملی برای توسعه طلبی در جهان اسلام استفاده می کند. مسئله رژیم ایران یک مسئله مرکزی است. ما با یک دیکتاتوری مذهبی بی‌رحم مواجهیم. به دیکتاتوری که از اسلام برای اهداف سیاسی و قدرت طلبانه سوء استفاده می کند نمیتوان اعتماد کرد. در برابر رژیم ایران که یک دیکتاتوری بی‌رحم و یک استبداد مذهبی است، مقاومت ایران قرار دارد که 50 سال است مبارزه می کند تا مردم ایران حق حاکمیت و سرنوشت خود را به دست بگیرند. Eh bien, ce que fait la résistance iranienne, c'est-à-dire ces sacrifices énormes, 120 000 opposants iraniens ont été massacrés par le régime de Wilay al-Faqih, de Khamenei et Khomeini. Eh bien, ce n'est pas uniquement, en tout cas, sur le plan des effets, c'est toute la communauté musulmane qui est en train de tirer bénéfice des résultats. Donc je ne fais pas de doute
pour demain. Et qui va détruire la présidente du mouvement du Conseil national, la sœur Maryam Rajavi, a toujours dit nous excluons aussi bien le recours à la guerre contre l'Iran qui ne fera que renforcer le régime iranien en le présentant comme une victime, comme nous réfutons toute croyance au fait qu'une négociation avec le régime iranien est crédible. Et elle a toujours parlé de la troisième voie. La troisième voie, c'est que ce régime ne peut pas tomber que par la force du peuple iranien et par ses représentants. در ادامه این جلسه ژان سیلوستر مونگرونیه، محقق انستیتوی فرانسوی ژئوپلیتیک و عضو انستیتوی توماس مور، به تشریح استراتژی مداخله جویانه حکومت آخوندی و رویای آن برای تشکیل یک هلال شیعی پرداخت و از جمله تصریح کرد رژیم دیگر به تنهایی توان پیشبرد این استراتژی را ندارد و به همین دلیل به روسیه متوسل شده است. وی همچنین گفت که این رژیم به دلیل ماهیت و دی ان ای خود وارد منطقه توسعه طلبی و قدرت طلبی می شود. اگر به تاریخ بنگریم می بینیم که بسیاری اوقات تغییر رژیم نقطه عبور اجباری یا پیامد غیر قابل اجتناب برای پایان یافتن یک منازعه ژئوپلیتیک است. پس از آن دکتر ویدال کوادراس با اشاره به سخنان ژان سیلوستر مونگرونیه اضافه کرد ماهیت واقعی این رژیم از تغییر آن جلوگیری می کند. گاهی افراد سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گویند باید با رژیم ایران تعامل کنیم چون باید از مدرها حمایت کنیم چرا که آنها تغییر خواهند کرد. این غیر ممکن است. ماهیت جمهوری اسلامی طوری است که اگر به نحو مثبتی در جهت یک نظام مدرن تر یا دموکراتیک تر و یا انسانی تر تغییر کند از بین می رود. لذا این غیر ممکن است و آنها این توانایی را ندارند. امید به تغییر کردن این رژیم بی‌معنی است. مایکل پریجنت، محقق خاورمیانه در انستیتوی هاتسون در سخنان خود گفت من در سال 2007 در اوج دوران افزایش نیروهای آمریکایی در عراق برای جنرال مکمستر و جنرال پتراوس کار می‌کردم. ما دریافتیم که رژیم ایران نفوذ بسیاری در وزارتخانه‌های امنیت و اطلاعات عراق دارد و این کار از طریق عواملش و نیروی بدر صورت می‌گیرد. نیروی بدر اصلی ترین عوامل سپاه پاسداران در عراق بود. وی سپس به نتایج مخرب خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی توسط دولت اوباما بر وضعیت عراق پرداخت و توضیح داد که چطور رژیم آخوندی از طریق سپاه پاسداران از وضعیت پیش آمده برای گسترش نفوذ خود سوء استفاده کرد. وی همچنین بر این واقعیت انگشت گذاشت که نیروهایی مثل شوراهای بیداری در استانهای سنی موفق به مقابله با بنیادگرایان شده بودند، اما سپس توسط دولت مالکی منزوی شدند و داعش در همان مناطق ظهور کرد. President Obama and his administration had to make a lot of concessions. And I believe those concessions started back in 2009 when we started releasing people like Kaith Kazali, Doc Duke in 2011. And anybody the Iranians asked for, we started releasing, even though we voted no. We said these guys will return to violence, return to terrorism. The Iranians, the IRGC in particular, is very focused on what it spends its money on. It pays $50 million a year to Kitab Hezbollah, $50 million a year to Asab al-Haq, and $200 million a year to Hezbollah. Well, that's two F-15. مایکل پریجنت آنگاه بر این واقعیت انگشت گذاشت که دولت جدید آمریکا برخلاف دولت اوباما بر مقابله با مداخلات رژیم متمرکز است و تحریم‌ها علیه رژیم را به خاطر حمایت از تروریسم و برنامه موشک بالستیک گسترش داده است. The Obama administration believed that if we increase sanctions on its ballistic missiles, on its export of terrorism, Iran would walk away from the Iran deal. This administration has called that bluff. We've increased sanctions. When I say we've been pushing. We pushed for the Obama administration to do this. Now this administration is actually doing it, increasing sanctions on Iran for its support to terrorism, ballistic missiles, and Iran hasn't walked away. What we've learned is that Iran needs this Iran deal. So we actually have leverage now. But more importantly,
مایکل پریجنت در سخنانش همچنین به تغییر وضعیت سوریه از جمله هدف قرار گرفتن عوامل وابسته به سپاه پاسداران توسط جنگنده‌های آمریکایی در اتنف اشاره کرد و گفت آنها بسیار ضعیف و آسیب پذیرند. سران ستیونسون سخنران بعدی این پنل رژیم آخوندی را پدرخوانده بنیادگرایی اسلامی نامید و خاطر نشان کرد که این ایدئولوژی با حکومت خمینی شروع شده است. وی گفت وقتی خمینی به قدرت رسید قانون اساسی را تدوین کرد که به صدور انقلاب و ایجاد یک خلافت فرا می‌خواند، مشابه همان خلافتی که داعش در پی تشکیل آن است. رژیم ایران در پشت تمامی جنگ افروزی ها در منطقه است. آنها شبه نظامیان شیعی بیرحم را در عراق حمایت کرده، آموزش داده و هدایت کرده اند. آنها از حزب الله و شبه نظامیان حوثی در یمن پشتیبانی می کنند. سران ستیونسون رژیم آخوندی را مسئول سرپا نگه داشتن دیکتاتوری اسد دانست و گفت صدها هزار نفر کشته شده اند و اثر انگشت آخوندها در سراسر منطقه وجود دارد. او سپس به مداخلات رژیم در عراق و به طور خاص پیشبرد سیاست‌های جنایتکارانه آن توسط دولت دست نشانده مالکی پرداخت و تصریح کرد که سرکوب سنی‌های عراق توسط مالکی به ظهور داعش در عراق منجر شد. وی گفت آنها از بحران داعش برای پیشبرد کارزار قتل عام خود علیه سنی‌ها در عراق سوء استفاده کردند و صدها هزار سنی را از بین بردند. آنها برخی از شهرهای قدیمی مثل فلوجه یا رمادی را با خاک یکسان کردند. همه گروه‌های بنیادگرا با همدیگر مشکلاتی دارند، ولی همگی به رژیم تهران به عنوان پدرخوانده بنیادگرایی اسلامی می‌نگرند. اگر تغییر رژیم در ایران محقق شود، بنیادگرایی اسلامی از دستور کار جهان حذف خواهد شد. سران ستیونسون سپس از دولت آمریکا خواست سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بین المللی لیست گذاری کند. وی گفت چطور ممکن است نیروی قدس که از توابع سپاه پاسداران است سالهاست یک سازمان تروریستی لیست گذاری شده اما سپاه از آن می گریزد؟ سپاه 70% اقتصاد رژیم ایران را در اختیار دارد و کنترل می کند. سپاه باید لیست گذاری شود و در لیست سیاه تروریست های بین المللی قرار گیرد. پس از سخنرانی های شخصیت ها، دکتر آلخو ویدال کوادراس سرنگونی رژیم آخوندی و برقراری دموکراسی و آزادی در ایران را راه حل پاسخ دادن به سایر مسائل دانست و بر لزوم لیست گذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی تاکید کرد. در پایان این پنل، شخصیت‌ها به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.